خدا، خانم ها آقایان، مردان آهنین، این دوره از مسابقات مردان آهنین مصادف شده با بهار در بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن. هموطنان عزیز، سال نو مبارک. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی. شروع میکنیم سری جدید مسابقات مردان آهنین. سی و دو مرد آهنین در قالب 8 گروه 4 نفره در دور مقدماتی با هم رقابت خواهند کرد. 2 نفر برتر از هر گروه میتونن جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رو کسب کنند. در دور نیمه نهایی 16 ورزشکار با هم رقابت میکنن در 4 گروه 4 نفره و باز هم 2 نفر برتر هر گروه به دور نهایی راه پیدا خواهند کرد. دور نهایی 8 ورزشکار ما در قالب 1 گروه با هم به رقابت می‌پردازند و کسی که بیشترین امتیاز رو از 5 مرحله دور نهایی کسب کنه قهرمان مردان آهنین خواهد بود. اولین مرحله از سری جدید مردان آهنین شروع میشه با عیسی شیرازی. عیسی شیرازی هستم، بچه میانه، ساکن استان البرز، شهرستان نظرآباد. مجردم، شغلم آزاده، شرکت نفت کار میکنم تو جایگاه سوخت استان البرز. حالا اون علاقه که ما از بچگی به این رشته داشتیم، پای تلویزیون میشستیم ایدام میگفتیم خدا یه روز میشه ما بین اینا باشیم یا اینا رو از نزدیک ببینیم، که با تلاش خودمون و کمک پدر مادر و برادرام به اینجا رسیدیم. کشتیگیر بودم، 2 سال کشتی کار میکردم، بعد اون به سمت بدنسازی رفتم، پاورلیفتینگ رو شروع کردم و تا این برنامه رو دیدم علاقه داشتم، خوشم اومد، پول به این رشته آوردم. حرفه‌ای که بگی کار میکنم 10 سالم، درسته تقریبا 20-22 سال ورزش میکنم. ماه رمضان چون ماه عزیزیه، فرصت پیش اومده، کمکم کردیم، اگه قبول کنه فرصت های دیگه هم پیش بیاد حتما انجام میدیم به دوست آشنا همسایه. من با بارامه تمام هموطن نرمه تبریک عرض دیگم، انشالله یاخچی لرسون دارم.
ماشاءالله ایسا شیرازی الوار 340 کیلویی رو بلند میکنه. به مشکل خورده مقدار. ماشاءالله ایسا، ماشاءالله ایسا. به مشکل خورده ایسا شیرازی. میتونی ایسا، ماشاءالله. فکرم دستت به مشکل خورده ایسا شیرازی عزیز. فکر کنم دوچار مصدومیت شد از ناحیه دست ایسا شیرازی عزیز. بریم ببینیم که شرکت کننده بعدیمون با این مرحله چه میکنه، آقای زانکو قاسمی. سلام، زانکو قاسمی هستم از استان کردستان، شهرستان دیواندره. خودش میخنده. ولش کن، نمیخوام رسمی صحبت کنم، مگه ما آدم آهنی هستیم. من از یه خانواده پر جمعیت، 9 نفریم تو خانواده، نه ببخشید 10 نفریم، پدر بزرگ مام بامون زندگی میکنه. من از همه کوچیکترم تو خانواده و خوشبختانه 2 قلوام هستیم. ورزش رو از سال 88 شروع کردم. اولین سالی که رفتم مسابقه سال 91 بود، قهرمانی کشور. مشوق اصلی من داداشمه که از من بزرگتره، تو تمام مسابقاتم کنارم بوده، ولی متاسفانه تو این مسابقه نتونست منو همراهی کنه. پدرم الان هم راننده است، 63-64 سالشه، راننده ماشینه. من و برادرم به رشته قدرتی خیلی علاقه داریم، چون پدرم قدیم خودش وزنه بردار بوده، ما خیلی قدرش میدونیم. پدرم خیلی زحمت کشه، خیلی زحمت کشه، جا داره از اینجا خیلی ازش تشکر کنم، هم پدرم هم مادرم هم برادرم که خیلی زحمت کشیدن واسه من تا به اینجا رسیدم. تو شهر ما همه پدر منو میشناسن. اولین چیزی که هم از پدرم یاد گرفتم رزق و روزی حلاله. خیلی زحمت کشه، به خاطر اینه که من خودم هدفهای بزرگی دارم که میخوام بهش برسم، که فقط یه ذره از اون زحمت‌ها رو جبران کنم. هدفم بیشتر اینه که تو این مسابقه دیده بشم، پدر مادرم خوشحال بشن. واسه 3 نفر اومدم واقعیتش. خیلی تمرین کردم، خیلی از تفریحاتم گذاشتم، خیلی از لذتهایی که میتونستم ببرم، تفریحاتی که میتونستم انجام بدم نرفتم و تمرین کردم. من خیلی به پدر و مادرم، به خانوادم، به برادرم مدیونم. یه آیتمم توی این مسابقه خوب بزنم که رکورد بشه، دوست دارم به اون تقدیم کنم. زانکو قاسمی
الوا رو برمی‌داره 340 کیلو راحت به خط پایان میرسونه، میره سراغه چمدون ها. ماشاءالله زانکو، ماشاءالله راحت راحت جفت اول رو با قدرت به خط پایان میرسونه و دو چمدون آخر. ماشاءالله یه رکورد خوب داره ثبت میکنه زانکو قاسمی عزیز. زمان داری از دست میدی سریع. تمام. دو تا رقابت جذاب از این گروه با هم دیگه دیدیم. میخوام بریم الان با شرکت کننده بعدی آشنا شیم، بهروز ایرانشاهی. بهروز ایرانشاهی هستم، بابای امیرحسام و الیسا دختر و پسرم. اصالتا مال شهرستان خمینم ولی ساکن تهران. 37 سالمه. از بچگی ورزش شروع کردم، حالا تو رشته های مختلف ژیمناستیک، کشتی، در نهایت رسیدیم به ورزش قوی ترین مردان یا همون مردان آهنی. من از سال 84 وارد ورزش مردان آهنی شدم و تا حالا بالای 20 بار آسیب دیدم. ربات پام پاره شده، مینیس پاره کردم، پشت پا، بازو، ولی همچنان ما ورزش رو دوست داریم و عاشق مردان آهنی. حالا تا اونجایی که بتونم و سنم اجازه بده این مسابقه رو ادامه میدم و در خدمت دوستان هست. من پدرم عاشق ورزشه، یعنی به جرات میتونم بهتون بگم از 6 سالگی منو باشگاه میفرستاد. بزرگترین حامیای زندگی منن. هر جایی که گرفتار باشم اول خدا بعد پدر مادرم منو حمایت میکنن، دستمو میگیرن و تا آخر عمر دستبوسشونم و پاشونم میبوسن. موقعی که مردان آهنی هم پخش میشد مادرم نمیتونه تلویزیون رو نگاه کنه، یعنی میرفت توی اتاق، همه خانواده جمع، همه فامیلا جمع، ولی نمیتونست فشار رو تو صورت من ببینه. حتی موقعی که مسابقات 105 کیلوی چابهار بود خودشون رو رسوندن پدر مادرم اونجا، دیدم یه لحظه دوربین گرفته بالا سرش اون طرفه، حالا من اون وسط دارم کنده میزنم، یهو نگام به مادرم افتاد، اصلا نتونستم دیگه کنده رو ول کردم. بعد رفتم گفتم مادر من تو میگی حامی من باشی تو که اینقدر ورزش دوست داره. گفت پسرم نمیتونم نگاه کنم، نمیتونم زور زدن رو ببینم، احساس میکنم خیلی داری اذیت میشی. من واقعا اینجا جا داره تشکر کنم از خانواده‌ام، همسرم، تحمل میکنن، همه جوره ما رو تحمل میکنن، نبودن ما رو، خستگی ما رو، قر زدنهای ما رو، چون ورزش ما خیلی سنگینه ما یکم هم قر میزنیم. درسته بچه ها قوی ترین مردانن ولی ما دل خیلی کوچیکی داریم، یه جایی اگه ناراحتتون میکنیم، اگه عصبانیتون میکنیم، از همینجا من معذرت خواهی میکنم و دوست دارم که ما رو ببخش. مردان آهنین عشقه، مردان آهنین برای بچه های ما حکم بگم چیو داره، اینقدر این ورزش عشق داره، چون همه ورزش ما جنگ با فولاده، جنگ با وزنه است. هر کسی ببینه میگه آقا چی کار میکنید با خودتون. ما به خدا بچه های ما عاشق این ورزش هم. من آرزو میکنم هیچ پدر و مادری شرمنده یه بچهش نشه، هیچ پدر و مادری روسیاه نباشه جلوی بچهش. امیدوارم تمام مردم جیب پرپول، سالم، سلامت، توی آرامش و آسایش باشن. ما
ماشاءالله بهروز. بهروز ایرانتایی انوار 340 کیلویی رو بلند میکنه، میرسونه به خط پایان. ماشاءالله. برو سراغ چمدونا. بجون بهروز. چمدونا رو خیلی راحت، خیلی راحت. آفرین، یه رکورد خوب داره ثبت میکنه بهروز ایران شاهی. بجوم ماشاءالله بهروز. و چمدونا رو بهروز ایرانشاهی عزیز با یه رکورد خوب کار خودش رو پایان داد. میریم سراغ شرکت کننده بعدی. و اما آخرین شرکت کننده از اولین مرحله سری جدید مردان آهنین، مرد خوش اخلاق و دوست داشتنیمون رضا قیتاسی. به نام خدا، رضا قیتاسی هستم، از استان همدان، شهرستان کبودراهنج. سی و هفت ساله هستم، شغلم آتش نشانه. توی خانواده پنج فرزندی که کوچکترین فرد خانواده هستم. دوتا آبجی دارم، دوتا هم داداش جز خودم. دارای فرزند هستم رستا، دو سال و نیم. سلام بابا جون. بابا خوبی؟ فدات بشم بابا. کجایی؟ هیچ بخر. بابا جون به همه سلام برسون. همینجا گفتم، همیشه هم میگم، اول خداوند بوده، بعد دعای خیر پدر مادر و مردم شهرم بوده. دوست دارم دعای مردم پشت سرم باشه. مسابقات کشوری امسال لطف خدا شامل حال بنده شد که تونستم قوی ترین مرد ایران بشم. از 9 تا آیتم مسابقات 7 تا شده خود زدم. خدا رو شکر میکنم. والا من آزمون که دادم واسه آتش نشانی که قبول شدم، خدا شاهده من سجده شکر کردم، چون به آرزوم رسیده بودم. دوست داشتم بتونم گره ای از مشکل کسی بتونم باز کنم. دوست داشتم کمک حال مردمم باشم اگه خدا لیاقت بده. خدا رو شکر میکنم. دوست داریم همیشه سرفراز باشیم، شرمنده مردممون نباشیم، ولی بعضی موقع ناخودآگاه شرمنده میشیم. آرزو داشتم انتخاب بشم به مردان آهنین، ایام نوروز رو با لهجه ترکی خودمون به همشهری های عزیزم تبریک بگم. الانم میگم عزیز کبود راهنگلر، عزیز که اورنگلر، بیرامیز مبارک هستون، گلنگون نرد شاد دقوین انشالله، جان سالقوین ان، پر از برکت هست بلیز. ماه رمضون هم قشنگی های خودشو داره، هم سختی های خودشو داره. هجرای امتحان الهیه. یادمه تقریبا 8 سال 9 سال پیش بود، راننده لودر بودم. ماه رمضان تابستون بود، تو اوج گرما که همیشه هم باد بود و گرد و خاک بود. تا ساعت 5 عصر من رانندگی می‌کردم با لودر زیر آفتاب. یکی رفیقام اومد پیشم، یه خاطره تعریف کرد. یهو ناخودآگاه من خندیدم، از شدت خوشیدگی لبام ترکید، کلاً لبام پر خون بود.
آقا رضا. خیلی راحت. داشت مصدوم میشد ولی رد کرد. میره سراغ چمدونا. چه سرعتی. هزار ماشاءالله آقا رضا. و چمدونای آخر بدون مشکل تا اینجا. شاید یه رکورد عجیب غریب خواهید بود. بینندگان عزیز و تمام نمیذاره زمین. نمیذاره زمین. ماشاءالله آقای قیتاسی. رضا قیتاسی عزیز یه رکورد عجیب غریب برای خودش ثبت میکنه. 27.59. عالی. بریم امتیازها رو ببینیم و بریم سراغ مرحله بعدی رقابتمون. آقا زانکو. بله. شغل مورد علاقتون چی بوده؟ یه بار دیگه بپرس. شغل مورد علاقتون چی بوده؟ شغل مورد علاقم قطعاً پزشکی نبود. همیشه دوست داشتم یه راننده ماشین درجه یک بودم. نه اینو قطع کن بابا. این خیلی زایه است. طرفای ما همه ماشین سنگین دارن. یعنی خونه ای نیست که اونجا ماشین سنگین نداشته باشه. دیگه بچه ها همه دوست دارن عشق ماشین هم اونجا راننده سنگین بشه مثل آره. خودش. ماشین خودتون چیه؟ پرشیا. سرشناس‌ترین آدمی که میشناسی کیه؟ سرشناس‌ترین آدمی که میشناسم آرایشگر محلمونه. هلوش 30 ساله تو یه جا داره کار میکنه و سر همه رو هم میشناسه دیگه ماشاءالله. شما تا حالا به کسی زور گفتی؟ من تا حالا زور نگفتم به کسی. با کسی هم بس کنم وای میسم یه کشیده میخورم میام کنار. راست میگه آقا. نه با اینجوری هم که نیست. فکر نکنم حالا جعبی شده جده دور بینیم. من بچه محلاش نمیشناسم. ما میخوایی تا زنگ بزنم. اگه میخواین خاص باشه یادتون نره حتما باید TMG باشه. شرکت تجارت ماندگار قراچولو، سازنده آسانسور و پله برقی های خاص. ما بالاخره رسیدیم به مرحله خاطره انگیز و هیجانی کنده فلزی. میدونم که همتون با این مرحله خاطره دارید. خودم که شدید دوست داشتم وقتی یه خورده کم سن و سالتر بودم و مردان آهنین رو نگاه میکردم. ورزشکارای عزیزمون باید کنده فلزی 140 کیلوگرمی رو در 60 ثانیه به تعداد بیشتر بالای سر خودشون میبرن و رکورد بهتری رو ثبت کنن. دو داور عزیز در کنارمون هستن برای ثبت حرکات صحیح ورزشکارا. آقایون سهرابفر و حقزاره، هر دو از قهرمانای مردان آهنین. ورزشکار عزیزمون آماده این؟ بله. فکر میکنی که چه کنی با این مرحله؟ والا هرچی خدا بخواد. اومدیم زورمونو بزنیم. بسیار عالی. امیدواریم که رکورد خوبی رو ثبت کنی برادر. برای شما آرزوی موفقیت دارم. ورزشکار عزیزمون آماده باشین لطفا. بسیار عالی. ماشاءالله ایسا ببینم چه میکنی. ماشاءالله ایسا. زانکو دو حرکت رو ثبت کرده. ایسا ایسا ببینم چه میکنی. ماشاءالله داشت یه آسیب دیگه کار دسته شده. ادامه بده ناامید نشو ایسا. زانکو همچنان راحت داره میره. میتونی عذیت واقعا پاش مشکل داره. زانکو
داره ادامه میده رکورد خودشو بهبود میبخشه. ماشاءالله زانکو ایسا وقت داری یا تلاش کن. قبول باریکلا ایسا نشد باش. و زمان تموم شد. بریم از داوره از زوم بپرسیم که چند حرکت صحیح ثبت شده. آقای سهرافر متاسفانه آقای شیرازی هیچ حرکتی نتونستم بزنم. امیدوارم که مشکلش بیشتر نشده باشه. چند حرکت؟ آقای قاسمی 6 حرکت صحیح. 6 حرکت صحیح. ایسا به من فقط بگو که حالت خوبه یا نه؟ ایسا شما با ما همراه باشین بنده و تیم پزشکی بریم سراغ ایسای عزیز. افتخار هر دو برداشتگار دوست داشتن. ایسا جان آقای دکتر تشریف بیارین. یه صندلی میارین بچه ها؟ لطفا یه صندلی بیارین بشین بشینه. صندلی بذار. بشین آقای سا بشین 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 با دو ورزشکار عزیز در مرحله کنده فلزی 140 کیلوگرمی در خدمت شما هستیم. آقایون احوالتون چطوره؟ آقا رضا خدا رو شکر همه چی فعلا خوبه. همه چی خوب؟ بله. راضی بودی از عملکردت؟ عالی خدا رو شکر. خدا رو شکر شما؟ خدا رو شکر. آقا بهروز خوبه الحمدلله. چطور بودی تا حالا؟ خدا رو شکر بد نبودی. نظرت در مورد رقیب چیه؟ رقیبم که دیگه آسمان خراش ایرانه دیگه ماشاءالله. ماشاءالله. البته بیشتر رفیقته تا. بله داداشیم بله به جز اینم چیزی نیست. بسیار عالی. رفیق 15 ساله. شما نظرت چیه در رابطه با آقا بهروز؟ آقا بهروز از خوبای قوی ترین مردان ایران. چندین دورم تو مردان آهنی بودم. خیلی خوبم. با تجربه. همتون درجه 1 و دوست داشتنی هستین و برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم قلبن. میدونی که خیلی همه عزیزان رو دوست دارم. آماده باشم ورزشکارم. شروع میکنیم. قبول. یک. قبول. بارک الله آقا بهروز. یک. قبول. رقابت نزدیکه. ماشاءالله. قبول. دو. ماشاءالله آقا بهروز. ببینم چه میکنی. قبول. چهار. هزار ماشاءالله. قبول. سه. هفت نمیزن. قبول. ببینی چه میکنن. یه رکورد عجیب غریب و شگفت‌انگیز ثبت خواهد شد. قبول. شش. چهار. بهروز ببینم چه میکنی. هزار ماشاءالله. برو برو زمان داری. قبول. هم ادامه بده. زمان داری هنوز. ماشاءالله. بریم سراغ داورای عزیز ببینیم که ورزشکارامون چه رکوردی رو ثبت کردن. آقای سهرافر بفرمایید. آقای قیتازی 7 حرکت ثبت. 7 حرکت. بله. و آقای حقدار ایرانشاهی 4 حرکت ثبت. 4 حرکت. به افتخار هر دو ورزشکار شما عزیز ما همراه باشید. ما یه پیکانی داشتیم صندلیش هم من جا نمیشدم شکسته بود خوابینده بودم و بعد دور میدون یه سبقت بعدی گرفتم مالیدم به یه وانتیه بعدش همش هم چراغ میداد پشت سرم افتاده بود آقا بروز همش بوغ بوغ چراغ میداد که وایس نگهدار من دستم گفتم چیزی نشده که من داشتم گازش گرفته بودم
بعد گفت نباید نگهداری. دور میدان عاشورا کشیدم کنار، اومد پایین با هرس داشت میره سمت من. یهویی من پیاده شدم، آقا بهروز بود تو یه دور دور ماشین منو زد. گفتم حاجی چی شده؟ گفت به ماشین تو چیزی نشد که. گفتم نه. گفت کجا داری میری؟ گفتم اجازه داشتم با میرم مثلا آینه. خوبه این ماشین به ماشین زده. من تو سرانداز مسابقه بود، رفتم واسیدم سوار تاکسی بشم، وایسادم یه پرایده اومد از پشت زد به من، اومد پیاده شد یکم نگام کرد، برو کنار ببینم ماشینم چیزیش نشده. بهترین جای شهرتون؟ یه ما یه تپه داریم باستانیه، تپه ازبک، جای باستانیه، تپه چندین سال قدمت داره، دقیقم نمیدونم چند سال قدمتش. خیلی آدم ها میان از همونجا بازدید میکنن. و تو هیچی دیگه نمیدونی؟ آقا چیکار کنم من؟ فهمیده خب چیکار کنم؟ فقط اسمشو برم. آقا امتحانم طنزه، بگه طنز نمیخوام بگه بخند. من به خاطر طنزش دارم میگم اینا رو. بگو جای توریستیه، میان برای بازدید میان اونجا. آقای کارگردان گفته طنزی بگو. آمار ندارم، مهدت نکردم کارم. خب دیگه. پروژه های فاخر شما نیازمند آسانسور و پله برقی فاخرند. تی ام جی، راه حل شماست. و مرحله سگانه قدرت، مرحله‌ای که ورزشکارهای عزیزمون در ابتدا باید زنجیری رو 10 متر حرکت بدن که فشار وزنی 340 کیلوگرم داره، بعد از اون سراغ لاستیک 100 کیلوگرمی میرن و اون رو هم 10 متر باید حمل کنن و روی جایگاه خودش قرار بدن، بعد از لاستیک سراغ گوی سنگی 140 کیلوگرمی میرن، اون رو هم 5 متر باید حمل کنن و در جایگاه تعبیه شده قرار بدن. عزیزان آماده این؟ بله. راجب عمل کردت تو مرحله قبل برامون بگو. مرحله قبل یه آیتم که بیشتر به پنجه آدم فشار خورده، من تو اون آیتم نقطه ضعف داشتم که تموم نکردم، انشالله تو این آیتم جبران کنم. انشالله. شما چطور بودی به نظر خودت توی مرحله قبل؟ توی مرحله قبلم که اصلا خوب نبودم، یعنی انتظار میرفت که من اون بهترین آیتمم باشه که شد بدترین آیتمم. حالا ایشالله که تو این مرحله بتونم جبران کنم. به امید خدا. برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت دارم. بریم ببینیم که چه میکنن با سگانه قدرت. رقابتشون شروع میکنن ورزشکارامون. 340 کیلوگرم فشار وزنی داره این زنجیر، خیلی راحت از خط عبورش میده، میره سراغ لاستیک 100 کیلویی رو بلند کرد، یه مقدار عقب افتاده این چاها ولی مطمئنم جبران میکنه. لاستیک رو هم گذاشت سر جاش و میاد سراغ گوی 140 کیلویی. ماشاءالله بهروز، ماشاءالله عیسی. یه مقدار کم آورد ولی آهان تموم کرد. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. ببینید عیسی چی کار میکنه. عیسی بجم، ماشاءالله میتونی عیسی. رفقا سلام، تجربه رو کنم بهش انگیزه میدم ولی زمان رو از دست داد و زمانمون به پایان رسید. بسیار عالی. آره فکر میکنم که عیسی یه مقدار آسیب دید، امیدوارم که اتفاق خاصی براش نیفتاده باشه. داورا رکورد رو حساب میکنن و با مرحله بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من برام ببینم عیسی حالش خوبه یا نه. مرحله سگانه قدرت با دو ورزشکار درجه یکمون در خدمت شما هستیم. آقای
قیتاسی من تا حالا کسی رو اینجوری نگاه نکردم. خیلی مخلصم. خیلی مخلصم. حال احوال؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. همه چی خوب؟ اوکی. آتش نشان درجه یکمون چطوره؟ خدا رو شکر. شما احوالت چطوره؟ خیلی ممنون خدا رو شکر. خوشخنده درجه یک. عالی. خوبین؟ استرس ندارین که؟ نه. خوب. همه چی مرتب فردیش. آماده این که سگانه قدرت رو بتره کنیم. آره اگه خدا بخواد. بسیار عالی. آقای قیتاسی شما تکنیک خیلی مهمه. هر کی خوش تکنیک باشه ماشاءالله همه بچه‌ها قوی ان. هر کی تکنیک خوبی داشته باشه میتونه امتیاز بالا رو بگیره. بریم ببینیم چه میکنن این دو ورزشکار دوست داشتنیمون. بپخوش. ببینیم زانکو رضا چه میکنن. خیلی هیجان انگیز فرز رضا خیلی راحت 340 کیلو فشار وزنی رو انتها رسون رفت سراغ لاستیک 100 کیلوی ماش رو این خوب داره آیتما رو رد میکنه. رضا زانکو یه مقدار عقب افتاده راحت. ببینید چه کرد رضا قیتاسی فوق‌العاده است. تموم میکنه و ببینیم زانکو چه رکوردی رو ثبت میکنه. ماشاءالله زانکو. زانکو هم تموم کرد. یک رقابت درجه یک بودیم. میدونم که رکورد خیلی خوبی و رضا قیتاسی عزیز برای خودش ثبت کرده. اعلام میشه توسط داورا و میریم سراغ مرحله بعد. با ما همراه باشین. ماشاءالله بچه ها. پله برقی شریان یک مرکز تجاری است. مراکز تجاریتون رو با TMG. نوروزتون مبارک. نماز روزهاتون قبول درگاه حق تعالی. رسیدیم به مرحله پایانی این گروه. رقابت ورزشکارای عزیزمون رو شاهد بودین. بسیار جذاب و هیجان انگیز بود. متاسفانه در مرحله قبل عیسی شیرازی عزیز ورزشکار دوست داشتنیمون از ناحیه مچ پا آسیب دید و با صلاح دید کادر پزشکی مجبور شد صحنه مسابقات رو ترک کنه و به درمان بپردازه. براش آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم هر جا که هست موفق و مؤید باشه. با 3 تن از ورزشکارای عزیز در خدمتتون هستیم. رقابت حساس و هیجان انگیزی رو شاهد خواهید بود. آقایون حالتون چطور؟ آقای قیتاسی، آقای زانکوی عزیز، آقای ایران شاهی، زانکو جان عملکرد چه بود؟ چطور بود از نظر خودت؟ خدا رو شکر خیلی خوب بود و همین که آسیب ندیدیم خیلی. آرزوی قیتاسی بفرمایید که عملکردتون چگونه بود تا این لحظه؟ خواستم یه نکته رو بگم. خواهش میکنم. بچه‌های قوی ترین مردان و هنین درسته یه جسته درشتی دارن ولی قلب مهربونی دارن. بله. همشون هم پهلوانای شهر خودشونن. همیشه تو خط مقدم بودن. همشون سینه سوختن. تو زلزله کرمانشاه نشون دادن که از جنس مردمن و همیشه در کنار مردمن. حتی تازگی هم یه سیلی بود که تو استان سیستان. بله. بچه همون خیلی حمایت کردن، ازشون رو میبوسم. خلاصه بگم که با این جسته بزرگی که تو جامعه میبینین قلبشون خیلی مهربونه. بله، دم شما گرم. خواستم به نمایندگی از بچه های مردان و هنین بگم که ما خوب مخلص همه مردم ایران هست. درود بر شما. تشویق نداره؟ به نظر من تشویق داره. حسنه باشید. دم شما گرم. آقای ایران شاهی
در خدمت هستی، عملکرد چگونه بود؟ هم موقعی که اومدم اینجا وایسادم واقعا ناراحت شدم ایسا نبود. ایسا جزء ورزشکارهای خوب این رشته است و متاسفانه آسیب دید. به قول دوست عزیزمون آقا زانکو که همینجا تا اینجا اومدیم بدون آسیب دیدگی، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خدا رو امیدوارم ادامه مسابقه هم بتونیم سربلند باشیم، دل مردم رو شاد کنیم، دل همشهریامون رو شاد کنیم و توکل به خدا ادامه بدیم انشالله، به امید خدا. بریم سراغ امتیازات ورزشکارای عزیزمون. آقای ایسا شیرازی 1 امتیاز، آقای بهروز ایرانشاهی 7 امتیاز، زانکو قاسمی 8 امتیاز و آقای رضا قیتاسی 12 امتیاز. خیلی رقابت آقای ایرانشاهی و آقا زانکو نزدیکه، ببینیم که کدوم یکی میتونن توی مرحله بعد حضور پیدا کنن. توجه شما رو به این مرحله حساس جلب میکنم، با ما همراه باشید. بهروز ایرانشاهی عزیز با سرعت خوبی شروع کرد این مرحله رو. ماشاءالله بهروز رفت سراغ کشش. کشش سوتمه 400 کیلو فشار وزنی داره این سوتمه. ماشاءالله بهروز فشار زیادی داره. بس میاد ببینیم چه میکنه. ماشاءالله بهروز هنوز مونده و تمام. ببینیم چه زمانی براش ثبت شد. با ما همراه باشیم به افتخار بهروز ایران شد. زانکو قاسمی چه میکنه؟ رقابت بسیار نزدیکی داره با بهروز. رفت سراغ کشیدن سوتمه. ماشاءالله زانکو دلت دادت جر رفت. ممکنه که همه چیزو به هم بریزه همین اتفاق. ماشاءالله زانکو بسیار بسیار زیادی داره به وارد میشه. چیزی نمونده و تمام. ببینیم که چه زمانی برای ثبت کردن داورها. با ما همراه باشیم به افتخار زانکو. چی که میکنه؟ خیلی راحت رفت سراغه کشیدن سوتمه دوم. ماشاءالله آقا رضا فشار زیادی داره بهش میاد کشیدن. ولی راه افتاد و تمام. ببینید چه زمانی داره ثبت شده به افتخار آقای قیتاسی. خسته نباشید. رقابت ورزشکارامون در این گروه
به پایان رسید. رقابت اصلی در مرحله آخر بین آقایون قاسمی و ایرانشاهی بود. خیلی نزدیک بود امتیازاتشون به هم و آقای قیتاسی هم که با خیال راحت تر پشت سر گذاشت مرحله آخر رو. در کنار بنده سردابر محترم مسابقه مردان آهنی استادن جناب آقای بابک غزبانی. ازتون خواهش میکنم که بفرمایید آمار و اطلاعات این گروه رو در خدمتتون هستیم. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها برای مردم ایران زمین. خب مسابقه بسیار نزدیک و از 3-4 قهرمان خوب قوی تری مردان که در رأسشون آقای رضا قیتاسی یکی از نامدارای ایران و حتی میشه گفت یکی از بهترین های حال حاضر جهان و آقای بهروز ایرانشاهی از خوبای قوی تری مردان و آقای زانکو قاسمی پدیده جوان و جویای نا. در مرحله آخر بین دو تا ورزشکار خوب ما آقای بهروز ایرانشاهی و زانکو قاسمی توی این مرحله یک رقابت خیلی نزدیکی بود که هر کدوم این آیتم رو سریع تر می زدن و صاحب اون امتیازی می شدن که به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنن. خب آقای زانکو قاسمی توی این قسمت عملکرد بهتری داشتن. با من جا داره بهشون تبریک بگم. آقای بهروز ایرانشاهی هم حالا من یه خورده نسبت به این بچه های اشراف کاملی دارم نسبت به تمریناتشون و اینا. میدونم تمرین نکرده بود، با آمادگی 100% حضور پیدا نکرده بود. براش آرزو موفقیت دارم، امیدوارم در آتی بتونه این اتفاق رو جبران کنه. من آیتم آخر رو امتیازش اعلام میکنم و در پایان دو عزیزی که راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی رو خدمت شما معرفی بینندگان از معرفی میکنم. در مرحله آخر که آقای عیسی شیرازی حضور نداشت و امتیازی رو کسب نکرد، آقای رضا قیتاسی با زمان 30 ثانیه و 6 صدم ثانیه حاضر رتبه اول شدن و 4 امتیاز گرفتن. آقای زانکو قاسمی با زمان 34 ثانیه و 95 صدم ثانیه حاضر رتبه دوم شدن 3 امتیاز و آقای بهروز ایرانشاهی با زمان 35 ثانیه و 60 صدم ثانیه 2 امتیاز گرفتن و در مجموع جمع 4 حرکت به این ترتیب شد که آقای رضا قیتاسی با رتبه امتیاز 16 امتیاز نفر اول راه پیدا کردن به مرحله نیمه نهایی. نفر دوم آقای زانکو قاسمی با 11 امتیاز و نفر سوم آقای بهروز ایرانشاهی با 9 امتیاز تونستن این نتیجه رو کسب کنن و دو عزیزمون آقای رضا قیتاسی و زانکو قاسمی به مرحله نیمه نهایی صعود پیدا کردن. ایرانشاهی عزیز، خیلی ناراحت کننده است که داریم ازت خداحافظی میکنیم. اگر صحبتی هست این شما و این بینندگان عزیز. باخت همیشه بده، تو هر شرایطی باختن بده، خب ولی تجربه میشه. همونجور که استاد غزبانی گفتن، من نمیخوام حالا دلیل بیارم بهونه بیارم ولی اصلا تمرین نداشتم، ولی اومدم اینجا به عشق مردمم، به عشق همشهریای عزیزم خمینیای عزیز اومدم، وزنه زدم، تست تک تکشون رو میبوسم، شرمندهشون شدم. امیدوارم که بتونم سال بعد با عملکرد بهتر شرکت کنم. اینجا هم نشون داد که آقای زانکو پدیدگی واقعا برازنده شه. درود بر شما، برات آرزوی موفقیت دارم. در ادامه بریم سراغ آقای زانکو قاسمی. خسته نباشی، تبریک بهت میگم. اگر صحبتی داری بفرمایید. عرض سلام و ادب مجدد. اول از همه من ناراحت شدم آقای ایرانشاهی هست شدن. خدا وکیلی من، کسایی که منو میشناسن میدونن زبونم و دلم یکیه و من خوشحالم که با ایشون همگروه شدم، خیلی تجربه گرفتم و خوشحالم به خاطر اینکه تونستم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنم. و تبریک سال مجدد به مردم عزیز ایران، بخصوص کردستان و شهرستان دیواندر. درود بر تو، ما هم به تبریک میگیم. و رضا قیتاسی عزیز، تبریک میگم بهت. زنده باشین، سلامت باشین. در خدمت هستیم. عرض ادب. آقا بهروز ایرانشاهی، رفیق 15 ساله ما که کلی باش خاطره داریم، از این مرحله به بعد
خداحافظی میکنن، حسرشون بهترین ها رو آرزو دارم تمام مراحل زندگیشون. خیلی ممنونم. جای عیسی شیرازی عزیزم خیلی خالی بود، براش آرزوی سلامتی داریم. ممنون که با ما هستین بینندگان عزیز، امیدوارم که از دیدن رقابت این گروه لذت برده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و همچنان ما رو دنبال کنید، رقابت‌های جذابی رو خواهید دید. خدا یار و نگهدارتون به افتخار ورزشکارای درجه یک.